گل نازم، شما 100 بار این حرفا رو به من زدی، منم 100 بار به شما گفتم داداش من رودومش حساسه، پا بذاری رودومش میزنه گردن تو میشکنه. وای تو چقدر چموشی، به جای اینکه بری خداتو شکر بکنی که داداشم زحمت کشته اومده گرفتته، بعد اینقدر آزادت گذاشته بری سر کار، خودشم که خدا رو شکر سر کار نمیره، خیال تو راحته، نه رقیب پیدا میکنی، همین که کسی چشتون نمیزنه. بعد تو اینقدر هاری، نمیتونی زن زندگی باشی، پا رو دم داداش من نذاری. حالا برو آبروی زندگیتو حفظ کن، به همه هر کسی پرسید بگو که خورده به گوشه در کابینه، اینقدر شلوغش نکن. کاری من نداری؟ بابا ولم کن. چه بیکاره، حالت داده افتادی زمین، به جاشون پایینی از فرصت استفاده کن، 4 تا دراز نشست بزن بزن پلو شکمت آب بشه، حال داداش من به هم نخوره. زرتی برمیداره اینا اون زنگ میزنه که منو زده، آبروریزی ها میدازه. ببخشید من اینا یه دقیقه بلوک کنم. تفلی داداش من این همه زحمت کشیده واسه خودش، کسی شده، اسمی برای خودش در کرده، انقدر که اینو با اسمای دیگه چه میدونم در کابینت و در زودپز و گوشه میز و دسته گوشگوب صدا زدن، هویتش اصلا از دست داده این پسر. به خدا من مرتضی صداش میکنم برنمیگرده. حالا تو بگو در کابینت بازه، سریع به خودش میگیره. وزده داره به من میگه که زنگ میزنم 123 میگم. گفتم او حالا کار یاد گرفتی، هی دم به دقیقه زنگ میزنم 123. چطور خوشیاتون رو زنگ نمیزنی 123 بگین؟ داداشم طلا میخره برا، چرا زنگ نمیزنی بهشون بگی؟ همش چسنالهاتون رو میبرین براشون. من خودم اتفاقا هر چند وقت یه بار زنگ میزنم اونجا، میگم که من خیلی اوضاعم اوکیه، کسی منو نمیزنه، هیچ جام کبود نیست خدا رو شکر. بعد اونا میپرسن که شما متأهل هستین؟ دیگه میگم به شما ربطی نداره، تلفن رو قطع میکنم. حالا شما خدا رو شکر خودتون تحصیل کردین، قشنگ مشخصه فیمینیستین، میدونین که زن اگه بخواد میتونه که نذاره این اتفاق بیفته. همین پری ما ماشاءالله بشه گوشاشو نگاه کن، عین کشتیگیراست. این قدیم می اومد اینجا، یه روز چونش جر خورده بود، یه روز پهلوش کبود بود، یه روز کمرش کتک خورده بود. بعد من بهش گفتم، نشستم براش یه ذره از این حرفای انگیزشی گفتم، دیگه رفت برای خودش از اینا با اینا زره درست کرد، دیگه اینو زیر لباسش میپوشه، هر موقع ضربه میخوره فقط تیک 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 صدا میده، خیلی هم بامزه است، خیلی هم خوششون میاد. دیگه بهش گفتم که پری کلا کاسکت هم بذار، هم برای شوهرت قشنگه، به هر حال تنوع فانتزیه، همی که محافظت میکنه سرت هم آسیب نمیبینه. ببین این نمیخواد که این اتفاق بیفته، ولی عروس ما میخواد، این تنش میخواد. اتفاقا همین چند روز پیشا عروسمون لایف گذاشته بود، بعد دیدم توش همش اینجوری میکنه. بعد اول فکر کردم که داره برای مردای غریبه جلب توجه میکنه، چون من خودم همیشه به کازه میخوام علامت بدم، همینو میگم، میگم که مهلک خوابی 4 ساعت بعدش به من زنگ بزن. دیگه زنگ زدم که از فامیلامون پدر تحلیل فارسی ایرانه، آره همه نمادا رو تحلیل میکنه و اینا، آره فامیلا همه آدم حسابی. دیگه گفتم این چیه؟ گفت که این نماد خشونته. بعد زنگ زدم عروسمون گفتم که پاچه پاره، این مثلا حالا اینو نشون میدی زندگی خصوصی تو همه جا لو میدی یعنی چی؟ وقتی که شوهرت هم میاد از پشت سر داری ظرف میشوری بغلت میکنه، این علامت رو نشون بده دیگه، خوشیات هم نشون بده. فقط وقتی که بعد شکلک در میاری به همه مردم نشون میدی، والا داداش من الان اصلا زندگی خصوصی نداره، رنگ شورتش هم ممکنه این بیا تو لایو نشون بده با شکلک مکلک. خدا سرشایده من خودم رفتم با داداشم حرف زدم، گفتم عزیز من آخه دیوانه، دیگه دوره کتک زدن گذشته، با راههای دیگه مشکلتو حل بکن، برو یوگا کن، رو اعصابت مسلط باش، این همه راه. خدا رو شکر داداشم هم راهاشو پیدا کرد، دیگه مثلا برمیداره تلفنو قطع میکنه، در رو روزنه میبنده میاد بیرون، خیالش راحت. حالا برای اینکه یه ذره برون ریزی هم داشته باشه 4 تا فوش میده، تحقیر میکنه، سکته نکنه این زنی که بیوه بشه. دوباره پرو پرو این زنگ زده به 123 که چه میدونم خشونت کلامی دارن. دیگه داداش منو همه میشناسن، نصف دخترای محل دوست دخترش بودن. شما بودی؟ از دستت رفت دیگه، مال خوب رو زمین نمیمونه. آره خلاصه همه میدونن، شما هم در جریان، حتما داداش من غیرتیه. این شک کرده دیگه، شک کرده چرا همش سر میزنه 123؟ دام میخوری دیگه. لابد یکی نگران زخمات دیگه. این همه شماره چرا زنگ نمیزنی 115؟ چرا هیچ وقت زنگ نمیزنی 141 وضعیت راه ها رو بپرسی؟ فقط 123؟ بعد پرینت مکالمات طولانی دیگه، داداشم غیرتی شده زدتش. وای فهمیدم تو کدومی، بخیه سرت گفتم برام آشناس،
تو پس دیت داداشم بودی. آره یادمه، همونی که قوطی کنسرو داداشم پر کرد سمتش، سرش سر بخورد سه روز تو کما بود. حیف شد دیگه، داداشم زنشو خیلی دوست داره. آره بابا میمیره برای زنش، عاشقشه. آره